با سلام، طرز تهیه بستنی سنتی که مواد مورد نیاز را در فیلم مشاهده می کنید و جزئیات آن در سایت نوشجان موجود است. دوستای خوبم، برای تهیه بستنی سنتی خامه داریم که خامه رو توی یه ظرفی که ترجیحاً فلزی باشه میریزم، اون رو خامه رو پهنش میکنم به ضخامت 2 میلیمتر. قشنگ به این شکل تمام سطح رو یک دست میکنم تا یک سطحی به دست بیاد به ضخامت 2 میلیمتر. بعد این رو میذارمش توی فریزر تا یخ بزنه. دوستای عزیزم، برای تهیه بستنی سنتی شکر داشتیم که شکر رو وارد یه ظرف میکنم، آب رو بهش اضافه میکنم، مخلوطش میکنم، میذارمش روی حرارت بسیار کم بسیار کم تا شکر حل بشه و به رنگ کرم در بیاد. شیر داشتیم، شیر رو بریزمش توی ظرف دیگه. شیر سرد، البته ثعلب داریم، ثعلب رو بهش اضافه میکنم، مخلوطش میکنم کاملا تا وقتی که ثعلب توی شیر حل بشه، گلوله گلوله نباید باشه. کار ادامه میدم تا سلب حل بشه. الان دیگه سلب و شیر رو که با هم دیگه مخلوط کرده بودم و رو حرارت خیلی خیلی کم گذاشته بودم، الان تقریبا نیم ساعت گذشته به جوش افتاده شیر و سلب. الان اینجا هم که شکر رو رو حرارت گذاشته بودم رنگش تغییر کرده، کرم روشن شده. شکر رو به سلب و شیر اضافه میکنم. همش میزنم به اندازه یه 5 دقیقه که شکر کاملا توی شیر و سلب حل. الان دیگه شکر من توی شیر و سلب حل شده، یک حالتی داره مثل فرنی خیلی رقیق. اینو وارد یه ظرف دیگه حرارت رو خاموش میکنم، اینو وارد یه ظرف فلزی میکنم، بهش زعفرون آب کرده غلیظ اضافه میکنم، مخلوطش میکنم، به این شکل اگر دوست داشتین یک کمی هم گلاب میتونین بهش اضافه کنید. دیگه تو این مرحله
میذارمش توی فریزر، هر 10 دقیقه یک بار درش میارم، مخلوطشون میکنم که اگر یخ زده و دوباره در فریزر قرار میدم. الان دیگه 1 ساعت از زمانی که بستنی رو گذاشتمش توی فریزر گذشته، هر 10 دقیقه یک بار در آوردم به این شکل همش زدم که یک تیکه یخ مثل یخ نشه و دوباره گذاشتمش توی فریزر، یعنی ظرف 1 ساعت 5-6 بار این کار کردم و ادامه میدم تا کاملا به شکل بستنی در بیاد و در نهایت هم خامه رو بهش اضافه میدم. دوسته عزیزم، الان تقریبا 1.5 ساعت از زمانی که بستنی رو گذاشتم توی فریزر و چند بار هم درش آوردم و همش زدم به فاصله های 10 دقیقه گذشته. اینجا هم خامه رو که پخ کرده بودم توی یه ظرف فلزی یخ زده، با نوک چاقو اینا رو بلندش کردم، تیکه های کوچیکش کردم و به بستنیم اضافه میکنم. برای راحت تر خورد کردن خامتون، شما میتونید خامه رو حتی روی یه کیسه فریزه رو پهن کنین توی ظرف، خامه رو روش بریزین به ضخامت 2 میلیمتر که راحت تر بشه خوردش کرد. و الان خامه رو ریختم توی بستنی، با هم دیگه به این شکل مخلوطش میکنم. بستنی کاملا سنتیه، بستنی سنتی کش داره به خاطر وجود سعلب. سعلب زنه این که نمیذاره شیر یخ بزنه، باعث کش اومدن بستنی هم میشه. این بستنی دیگه الان آماده است، میذارمش تو فریزر به مدت 30 ثانیه دیگه، بعدن دیگه قابل سرو. دوستای عزیزم، بستنی سنتی آماده شده، بسیار خوشمزه، خوش عطر و بوه. امیدوارم شما هم درست کنین، دوست داشته باشین. نوش جان. تو خوشمزه است.